زنان برای دستیابی به عدالت با دشواری‌های زیادی روبرو هستند. برای اینکه چرا عدالت برای زنان کمتر تأمین می شود و اینکه به چند پرونده خشونت علیه زنان رسیدگی صورت گرفته، این بار در برنامه نیمه خاموش با آقای سارنبوه محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور و یا دادستان کل کشور با ما هستند. همچنان بانوان فعال در برنامه با ما هستند تا در جریان برنامه سوالات و مشکلاتی که دارن میتونن با ما شریک بسازند. آقای حمیدی، خیلی خوش آمدین به بحث امروز برنامه نیمه خاموش. بسیار تشکر. ما با استفاده از فرصت سلاما و احترامات خود خدمت مردم شریف و نجیب افغانستان، بینندگان محترم تلویزیون آریانا، اشتراک کنندگان و مهمانان محترمی که تشریف آوردن تقدیم میکنم. ممنون. میخوایم در نخست در مورد رویدادی که به تازگی رخ داده، در مورد شماری از افراد یا نگهبانانی که مربوط به یک عضو مجلس نمایندگان هستند که قضیه تجاوز بر دو زن در ولایت کاپیسا هست، تا کجا رسیده و چرا متجاوزین تاکنون به سزایشان نرسیدند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته در رابطه با این قضیه تحقیقات جریان داره. شما میدانین که این ادعا یا این حادثه در ولایت کاپیسا رخ داد. با مجرد که ما اطلاع حاصل کردیم از این حادثه، تحقیق قضیه را یک جا با مظنونین و کسایی که دستگیر شده بودند به کابل انتقال دادیم، به سارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی خارجی، به دلیل از اینکه تحقیق به صورت دقیق تکمیل شود، تمام ابعاد از این قضیه روشن شود و از اعمال نفوذ در جریان تحقیق جلوگیری شود. این قضیه به کابل انتقال داده شده. همین لحظه همکاران ما با یک پلان منظم و دقیق تحقیقاتی دالت جمع‌آوری اسناد، دلایل، شهود و تمام مواردی هستند که بتونه این قضیه روشن شود. البته شما میدانین که پروسه تحقیق پروسه حقیقتیابی است. یک پروسه پیچیده مسلکی تا ما از طریق اکمال پروسه تحقیق به دلایل و اسناد دست پیدا کنیم که هیچ مجرمی نتونه از چنگ قانون و عدالت فرار کنه و هیچ بیگناه مجازات نشود. بله. پروسه تحقیق کدام ابعاد قضیه باقی مانده و منتظر چه شواهدی هستین؟ شما دو زن میدانین که دقیقاً شما میدانین که چند روز از حادثه گذشته، قانون اجرات جزایی افغانستان به منظور تطبیق عدالت یک موعد مشخص قانونی را پیش بینی کرده که هنوز ما در همون موعد قانونی هستیم. تمام ابعاد از این قضیه باید روشن شود، تمام اسناد، دلایل و شواهدی که باید جمع آوری شود و ما با اطمینان کامل میگم که سارنوالان ما و کمیته های موظفی که موظف تحقیق هستند کاملا با درایت مسلکی و با قاطعیت قضیه را تحقیقش اکمال میکنن و از نتایجش مردم افغانستان آگاه میشن. در پیوند به این قضیه 5 نفر اکنون در تحت توقیف قرار دارن و تحقیقات از این هم در ولایت کاپیسا و هم در ولایت کابل از مظنونین که در تحت توقیف هستند به شکل جدیش ادامه داره. بله. حالا گفته میشه 11 تن بودن این افراد، حال 5 تن بازداشت شده در تحقیق هستند، 6 تن دیگر چگونه میخواین که بازداشت بکنین و یا تحقیق بکنین؟ البته در رابطه به این که افراد دیگه هم دایی بودن، شما میدانین که پروسه کشف وظیفه پلیس است و ما در هماهنگی قانونی با پلیس یک جا کار میکنیم تا اگر افراد دیگه هم شامل از این قضیه هستند اونا هم به پنجه قانون سپرده شوند. بله. پلیس در این مورد چقدر تاکنون با شما همکاری کرده تا بتونین که افراد باقی مانده را بازداشت بکنن و به تحقیق بفرستن؟ البته ما در این رابطه هماهنگی لازم بین پلیس و بین سارنوالی وجود داره. پروسه کشف باید توسط پلیس تکمیل شود. افرادی هم که دستگیر شدن توسط پلیس دستگیر شدن و به سارنوالی احاله شدن با قضیهشان یک جای و اگر احتمالا افراد دیگه هم در این قضیه دخیل باشند اونا هم توسط پلیس دستگیر و به سارنوالی جهت اکمال پروسه تحقیق محول میشن. بله. تأخیر برای تحقیق یک پرونده چقدر میتونه شرایط را مساعد بسازه، شانس بیشتر بسازه برای اینکه مجرم بتونه فرار بکنه یا برای خودش راه فرار پیدا بکنه؟ من پیشتر برای شما گفتم که یک موعد قانونی مشخص است. عدالت و حاکمیت قانون نباید قربانی سرعت شود که در او دقت وجود نداشته باشه. ما با دقت و با سرعت معقول و قانونی و با توجه به تمام ابعاد از این قضیه تا قضیه به صورت دقیق، به صورت همه جانبه مورد تحقیق قرار بگیره و در روشنی یافته‌های تحقیق عدالت تامین شود. بله، پرونده هایی هست که سالها طول کشیده و رسیدگی نشده، بیشتر از 2 سال مانده. چه فکر میکنین علت چی است؟ ضعف مدیریت هست، فساد هست یا رشوه‌خوری؟ من فکر میکنم که اینطور قضایایی که 2 سال باقی مانده باشه ما نداریم. اما رویدادی که ریاست امور زنان کندوز با ما شریک ساختن، قضیه تجاوز افسران بالای 1 زن در بزرگراه امام صاحب کندوز، تاکنون گفته که نتیجهش معلوم نشده و افسران هم به دیگر ولایت انتقال داده شدن و زن هم مورد تهدید قرار دارد. چه میگین شما؟ من فکر میکنم که در این رابطه چون قضایای مشخص اگه میخواین صحبت کنین، مرسیال صاحب امور تحقیق ما اینجا تشریف دارن، همکارای ما هستن. اگر شما از قبل برای ما میگفتین که در رابطه با قضایای مشخص صحبت صورت میگیره که ما معلومات و اطلاعات کافی را در اختیار شما قرار میدادیم تا مردم افغانستان حقی را که به خاطر دسترسی به معلومات و اطلاعات دارن از این حق خود به صورت دقیق برخوردار میشدن. بله. ما در گزارش دیگی به مردم افغانستان سال گذشته هم گفتم که بیشتر از 50,000 قضیه در سارنوالی در طی سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته و این 50,000 قضیه توسط سارنوالای ما در سراسر افغانستان مورد رسیدگی قرار میگیرن و برای ما به عنوان لوی سارنوال افغانستان بسیار مشکل است که جزئیات هر قضیه را ما بدانم و به صورت مشخص در او رابطه صحبت کنم. این بسیار بهتر می بود. شما گزارش ندارین از این که چقدر قضایا تا کنون باقی مانده و بررسی شده؟ اگر شما کدام قضیه داشته باشین قبلا برای ما ارائه کنین تا ما معلومات در این رابطه با مردم افغانستان شریک بسازیم. اگر در این مورد بررسی صورت نگرفته باشه چه کار میکنین؟ من فکر میکنم که مسئولیت دولت افغانستان است. دولت افغانستان به قضایای خشونت علیه زنها به صورت اختصاصی میبینه. ما سارنبالیای اختصاصی داریم، محاکم اختصاصی داریم، قانون منع خشونت به عنوان یک قانون جزایی که تمام قوانین جزایی را ما جمع کردیم در کد جزای افغانستان، ولی خوشبختانه به اثر توجه دولت افغانستان قانون منع خشونت یا قانون مبارزه با خشونت علیه زنان به صورت یک قانون اختصاصی کاملا جدا و همه روزه در سارنوالیا، محاکم و ادارات پلیس افغانستان مورد تطبیق قرار میگیره. بنابراین در قضایای منع خشونت هیچ نوع تساهل، هیچ نوع تعلل و هیچ نوع غفلت قابل پذیرش برای سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به دولت افغانستان نیست. بله، توانایی شما بر بررسی رویدادهایی که حامی متهمان است و زورمندان است چگونه است؟ مانند پرونده ادعای فحشا و فساد در ارگ چگونه شده؟ آیا رسیدگی شده یا چرا به صورت در این رابطه ما باید براتون مشخص بگویم که در تمام قضایای جزایی و به خصوص در قضایایی که مسئله خشونت علیه زنان است، با همون ترتیب که من قبلا برای شما گفتم که دید ما و دید دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان دید اختصاصی است. به هیچ مقام، به هیچ مرجع و به هیچ شخصی اجازه داده نمیشه تا به خاطر انحراف از این قضایا یا به خاطر مسکوت گذاشتن این قضایا چانس و یا امکانات در اختیار خود داشته باشه. من به صراحت و با قاطعیت میگم که هیچ قضیه خشونت بر علیه زنان که به مراجع عدلی قضایی افغانستان میرسه و شکایت در رابطه وجود داره و یا توسط پلیس مراحل کشفی از او تکمیل میشه، بدون بررسی و بدون تطبیق قانون باقی نمیمونه. بله، تشکر. اما پیشرفت ها در این مورد چقدر صورت گرفته؟ چگونه رسیدگی صورت گرفته؟ اگر اجازه بدین که من یک بار این پیشرفت ها را در تمام ابعادشان برای شما توضیح بدم به مردم افغانستان. ما خوشبختانه برای فعلا به خاطر تامین حق دسترسی زنان در افغانستان به عدالت در 34 ولایت افغانستان 34 آمریت اختصاصی سارنوالی منع خشونت علیه زنان را فعال داریم و این 34 سارنوالی منع خشونت توسط سارنوالان با استعداد و مسلکی که خانم ها هستند ریاست و رهبری میشه. 4 سال پیش در اداره سارانوالی افغانستان فقط یک سارانوالی من خشونت بود و ما یک رئیس داشتیم از خانما. امروز خوشبختانه ما 14 رئیس در سارانوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که ریاستها با خردمندی و با تدبر توسط سارانوالان زن اینا ریاست میشن. یک مرستیانی داریم. اجازه داریم که شما معلومات در این مورد باید به ما بتین. اما میخوایم در مورد پرونده فساد در ارگ و خشونت علیه زنان از شما پیشرفت ها را مسئله را بخوایم بر شما مطرح کنم. ما اول میخوایم همین سوال شما را جواب بدم. در این رابطه شما میدانین که قضیه که ادعا شده بود به اساس حکم جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر رسیدگی مستقلانه و رسیدگی منصفانه مرحله کشفی موضوع به سکرتریت ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعاله شد و به او اساس این قضیه نزد سکرتریت ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. من فکر میکنم که اونا در این رابطه اطلاع رسانی هم کردن. این قضیه توسط سکرتریت ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفت به اساس یک حکم. حالا ما میخوایم در رابطه به مسئله سوال قبلی را که شما مطرح کردین در این رابطه صحبت کنم. در حدود 4 سال قبل در سارانوالی پایینتر از 0% خانم‌ها حضور داشتند. مشارکتی از اینا در اداره سارانوالی امروز الحمدلله به بالاتر از 22% رسیدن. در تمام سطوح، سطح رهبری و تصمیم گیری تا سطوح مسلکی، اداری و حمایتی و در 34 ولایت افغانستان این سارانوالی ها فعال است. اگر ما سیر و آمار قضایا را در امی سالا مورد توجه قرار بدیم، این خود نشان دهنده بالا رفتن سطح دسترسی زنان به عدالت هست. در سال 95 ما در حدود 1200 قضیه رسیدگی شده بود، ولی سال گذشته خوشبختانه به اثر ایجاد سارانوالیا و ریاست زینا توسط سارانوالان زن این در حدود 3000 قضیه رسید. این به معنای افزایش قضایای خشونت نبوده، به معنای افزایش دسترسی زنان و آسان شدن دسترسی زنان به عدالت و آمادگی‌هایی که در ادارات عدل قضایی به وجود آمد، این سطح دسترسی بالا رفت و به می اندازه سطح رسیدگی به این قضایان بالا رفت. شما اگر سال 95 و بعد رای آمار به صورت دقیق و نظاممندش مورد رسیدگی قرار بدین، یک دستاورد است به زنان افغانستان، یک دستاورد است به مردم افغانستان و این نشان دهنده تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به خصوص تعهد لوی سارانوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که ما با قاطعیت میخواییم با این قضایا برخورد کنیم و در عین زمان از لحاظ مدیریتی، از لحاظ اداری ما دسترسی زنان را در سراسر افغانستان به خاطر عدالت فراهم میکنیم. با این همه چه میگین؟ پرونده فساد اخلاقی در ارگ حقیقت داشت یا نه؟ اگر حقیقت داره آیا مورد تحقیق هست؟ چند تن در مورد بازداشت شده؟ اگر یاد شما باشه چند دقیقه قبل بر شما گفتم که این قضیه توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شما آگاهی ندارین از اون. وظیفه شما در قبال پرونده چه میشه؟ هر زمانی که هر پرونده به ما رسید و در اختیار سارانوالی بود، ما با مسئولیت در اون رابطه ما پیشتر بر شما گفتم که این توسط سکرتریت ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفتن. چرا؟ و خوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم همیشه در دسترس مطبوعات محترم بوده و شما میتونستین که قبلا از این برنامه از اونا معلومات بگیرین و بعد از این برنامه آقای حمیدی زمانی که شما حضور داشته باشین، موجود باشین، ما لوی سارانوال داشته باشیم، چرا برش یک اداره جدا، یک کمیسیون جدا، یک هیئت جدا تشکیل شود تا قضیه را بررسی بکنه؟ بهتر از لوی سارانوال کی میتونه تحقیق بکنه؟ من پیشتر برای شما گفتم که اجراعات عدلی قضایی یک زنجیره از نهادها و ادارات است. مراحل کشفی یک قضیه، نهادهای مشخص کشفی در این رابطه وجود داره. مرحله تحقیق و تعقیب به اساس قانون اساسی افغانستان ماده 134 از صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های سارانوالی است. یک قضیه بعد از اینکه توسط نهادهایی که مشخص میشن برای اکمال پروسه کشفی، اسناد، مدارک و دلایلی که ضرورت است در یک پروسه کشفی تکمیل شود، زمانی که او تکمیل شد به سارانوالی محول میشه. خصلت و فطرت کاری سارانوالی ها و محاکم ای است که خودی از اینا تا زمانی که قضیه مراحل کشفی زی تکمیل نشوه و به اینا احاله نشوه، اینا در قبال از قضیه مسئولیت و صلاحیت ندارند. بناهن هر زمانی که هر قضیه تحت اندراج سارنوالی شد و در سارنوالی داخل شد، ما به مردم افغانستان با اطمینان میتونم که وعده بدم که قضایایی که در سارنوالی است با قاطعیت رسیدگی میشه و قضایایی که به سارنوالی بیای از این به بعدم در رابطه با تامین عدالت و حاکمیت قانون بدون مصلحت و بدون هیچ نوع تعلل در رابطه با این قضایا عدالت تطبیق میشه. یعنی اون تحقیقات و اون معلومات هنوز به اداره شما نرسید تا مسئولیتتون انجام بدید. دقیقاً این بار چندم است برای شما میگم که این معلومات برای ما هنوز نرسیده. این قضیه هر زمانی که برای ما رسید که کدام قضیه ها و کدام رویدادها است که جدا سازی شده که باید پیش از لوی سارنوال در دیگر ادارها تحقیق شه و بعد از او فیصلهش یا آخرین فیصله به شما برسه، یا کدام رویدادها هستن باید به گونه جداگانه به او رسیدگی صورت بگیره؟ همین الان میتونید مشخص بسازید؟ من فکر میکنم که اگه سوال را چون من معلوماتم در رابطه با اداره خودم است، این معلومات را اگر از نهادهای مشخصی که همین مسئولیت را دارن و خوشبختانه مثل که بیشتر برای شما گفتم که حق دسترسی به اطلاعات در ادارات افغانستان مورد رعایت قرار میگیره، شما میتونین از اونا پرسان کنین و اگر کدام قضیه نزد شما وجود داره که او هنوز به سارنوالی نامده نزد ادارات دیگه است، معلوماتش میتونین از اونا بگیرین. من پیشتر هم برای شما گفتم که سال گذشته ما تنها در عرصه مبارزه با خشونت علیه زنان در حدود بیشتر از 3000 قضیه را رسیدگی کردیم و ما در رابطه به همین 3000 قضیه با جزئیات آماده هستیم که اطلاع رسانی کنیم و معلومات در اختیار شما قرار بدیم. بله. حالا 50% آزمایش‌های غیرقانونی نسایی از سوی نهادهای عدلی و قضایی گفته میشه انجام شده، از این جمله اداره لوی سارنوالی هم شامل بوده. چگونه میخواین در مورد عدالت تامین بکنین و چقدر به کسانی که مرتکب این جرم شدند و این زنان را که بیش از 92% هست به آزمایش‌های نسایی غیرقانونی فرستادن رسیدگی بکنین؟ اگر شما دقیقاً مطالعه کرده باشین، زمانی که گزارش به نشر رسید، سارنوالی و سخنگوی محترم لوی سارنوالی در امو روز این گزارش هم به دلایل آمارش که ادعا کرده بود میتونستین بگوین که او ادعا اشتباه است، اجازه بدین. پس به او شخص میتونین که شما بر بنیاد قانون چه بگوین؟ دقیقاً ما میخوایم امیر اگه اجازه بدین ما این گزارش را رد کردیم، هم از لحاظ آماری را که ارائه کرده بودن و هم از لحاظ امو روش‌های مسلکی تحقیقی. این گزارش قبلا هم با ما شریک نشده بود، به همین خاطر ما به سرعت دست به کار شدیم. همکاران ما با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تماس گرفتن، نه به این خاطر که ما بخوایم در رابطه با گزارش صحبت کنیم، بلکه احتمالاً اگر چنین کار توسط همکارای ما صورت گرفته باشه که بدون مجوز قانونی دست به چنین اقدامات زده باشند، ما با تعهدی که به منظور حمایت از حقوق مردم افغانستان و دفاع از حقوق مردم افغانستان داریم، این قضایای اجراعات همکارای ما را، قانونیت اجراعات همکارای خود ما مورد رسیدگی قرار بدیم. حالی هم اعلام میکنم که اداراتی که نهادهایی که در این رابطه شکایت داشته باشند و از قانونیت اجراعات سارنوالای ما در سراسر افغانستان ملاحظه داشته باشند، ما با شفافیت و با استقلالیت و با بی‌طرفی کامل نحوه اجراعات همکارای خود مورد رسیدگی قرار میدیم. بر اساس کود جزایی که فعلا مریو الاجرا است، آزمایش‌های اعلی خبره را جواز دانسته ولی شرایط مشخص قانونی داره. تمام سارنوالیای ما با رعایت حقوق افراد، با رعایت حقوق بشری افراد و تضمینات حقوق بشری این قضایا را طی مراحل میکنیم، اجراعات میکنیم. ولی اگر در صورت خلافی از این قانون و خلاف اجراعاتی که قانون پیش بینی میکنه اجراعات صورت گرفته باشه، ما این مورد رسیدگی قرار میدیم. تا جایی که من معلومات دارم و تا جایی که ما نظارت میکنیم از کار همکارای ما، چنین اجراعاتی برای فعلا در سارنوالیای افغانستان قابل اجرا نیست. بله، اما در نهادهای دیگر چه آیا صورت میگیرن؟ شما معلوماتتون چرا نشون میده که چند درصد واقعا به این مشکل دچار میشن؟ ما همین دو روز پیش هم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همکارای ما نشست داشتن که همین معلومات را اگر شما در اختیار ما قرار بدین، به منظور رسیدگی بر اجراعات تمام نهادها سارنوالی صلاحیت داره و مسئولیت داره، ما رسیدگی میکنیم. بناهن یک بار دیگه به حضور مردم افغانستان و همکارانی که حضور دارن، ما آماده هستیم که در هر گوشه افغانستان اگر اجراعات صورت گرفته که حقوق بشری افراد نقض شده و به خصوص از زنان محترم در افغانستان نقض شده، ما با قاطعیت و با جدیت با این قضایا برخورد میکنیم. بله، اداره که این گزارش نشر کرده و بنان ادعا کرده که اداره لویسانوالی هم شامل هست، شما بر بنیاد قانون برای چه جوابی دارین و چه حکمی هست اداره که این کارو میکنه و میتونه که به حیثیت یک اداره ضربه وارد بسازه؟ ما پیشتر برای شما گفتم که ما گزارش امروز همکار ما، سخنگوی ما در برابر مردم افغانستان گفت که هم از لحاظ آماری رد کرده این مسئله را. حالا هر اداره بخواد این حرف بزنه شما میین رد میکنین و هیچ معلوم نیست کی بالاخره حقیقت میگه. شما که اگر اجازه بدین کمی توجه کنین به صحبتای من. گفتم که دیروز و پریروز همکاران ما با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشست داشتن. از اونا خواستن که معلوماتتان به منظور رسیدگی و سارنوالی. حالا اونا معلوماتشون را به سطح رسانه ها گفتن و گفتن که 50% اداره‌های نهادهای عدلی و قضایی شامل هستند، دیگر از بیشتر چه باید شریک بسازن؟ اینها میتونن برای ما بگوین که امی قضیه در مورد کی در کجا صورت گرفته. خوشبختانه هر کدام از این قضایا دوسیه هایی دارن، معلومات در بینشان است و رسیدگی به این قضایا و سارنوالی بسیار آسان است. ما به همون دوسیه ها مراجعه میکنیم، سارنوال موظف معلوم است، پلیس موظف معلوم است، اشخاصی که در همین قضیه اجراعات کردن معلوم است. ما قضیه به قضیه میریم و میبینیم که آیا همین اجراعات از اینا قانونی بوده یا نبوده. در صورتی که اجراعات قانونی بوده هم به مردم میگیم، در صورتی که اجراعات قانونی نبوده فرد خاطی هر کسی که باشه وقتی من امیر قبلا هم بیان کردم، عالی هم میگم که ما حسابگیری را از خود آغاز میکنیم و این حسابگیری را ثابت هم ساختیم اگر اسنادی وجود داره. حالا آقای قبل از این که ثابت بسازین شما رد کردین این حرفا و حال هم رد میکنین و میگین که شاید اداره لوی سارنوالی یا در ولایت ها شامل این موضوع نباشن. چرا قبل از تحقیق شما رد کردین؟ من برای شما قبلا گفتم که این از لحاظ مسلکی که تحقیقاتی که تکمیل شده بود باید یک بار با سارنوالی به عنوان نهادی که در اونجا گفته شده که اینا اجراعات کردن و پلیس و محاکم این اختیارشان قرار داده میشد که این قسم معلومات است، شما در این رابطه چی نظر دارین؟ این کار صورت نگرفته. ما به خاطر از این رد کردیم که من باز یک بار دیگه به اطمینان کامل میگم نظارت و دقتی که در اجراعات ما وجود داره و کنترلی که ما بر همکاران خود در سراسر افغانستان داریم، آموزشایی که به همکاران ما داده شده، ظرفیت مسلکی که در همکاران ما وجود داره، با تکیه بر همین مسائل من میگم که چون این کار صورت نگرفته. ولی اگر در جای صورت گرفته درست است، بله. ما نمیخوایم که به صورت مطلق بگوییم. اگر صورت گرفته یک بار دیگه تعهد خودم مبنی بر حسابدهی و پاسخگویی من خواستم که تاکید کنم و مطرح کنم. اگر شما هم با موارد مواجه شدین، معلومات دارین، بفرمایید اختیار ما قرار بدین که ما رسیدگی کنیم. ادارات و نهادهای دیگه هم که دارن، ما صادقانه و صمیمانه در این رابطه اقدام میکنیم و نتایج اقدام خودمون با مردم شریک میسازیم. بعد از تحقیقات شما دوباره بحث‌های در این مورد در برنامه‌های بعدی خواهیم داشت. اما چرا زنان بیشتر در زندان‌ها میمونن و گفته میشه که مورد سوء استفاده قرار میگیرن و همچنان مسئولیت سارنوالی در برابر پرونده‌ها چه است؟ گفته میشه زنان مقبول یا زیبا بیشتر در زندان ها باقی میمانند. البته در این رابطه بگویم که مسئولیت اداره و تنظیم امور زندان ها یک اداره و نهاد مستقل وجود داره. نظارت از زندان ها هم مسئولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اداره تنظیم امور زندان ها هست که این سوال باید از اونا صورت بگیره. اما تحقیق پرونده و اینکه توأم با تطبیق قانون و تامین عدالت باشه مربوط اداره لوی. البته شما میدانین که در رابطه با حاکمیت قانون عمد قسم پیشتر برای شما گفتم کشف وظیفه پلیس است، تحقیق و تعقیب در برابر پیشگاه محاکم وظیفه سارنوالی است. وقتی محاکم در رابطه با یک فرد تصمیم به مجازات حبس گرفت، اینا به محبس انتقال داده میشن. از او به بعد صلاحیت مسائل اداری، تطبیق مجازات حبس، نظارت از محلات سلب آزادی، اینا وظایف اداره تنظیم امور زندان ها و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. هرگاه در این رابطه قضیه وجود داشته باشه که مسائل را که شما مطرح کردین که سوء استفاده و از این موارد سارنولی به مجردی که چون قضایایی بانوی نخست کشور هم تایید میکنند و گفتن این حرفا دقیقاً هر اداره و هر نهاد و هر شخصیتی که در این رابطه معلومات و اطلاعات داشته باشند باز هم امین نهادهای کشفی تحقیق که سارنولی است و تعقیب قضیه و محاکم است. ما در این رابطه آمادگی خود داریم و هیچ نوع هم در این رابطه تعلل و تساهل قابل پذیرش نیست. بله، زنهایی که گفته میشه به خاطر نپرداختن کفالت جرمی در زندانها باقی میمانند و پرونده هایشان تعقیب نمیشه، در این مورد چه میگین شما؟ البته در این رابطه شما میدانین که طی فرامینی که به خاطر شیوع ویروس کرونا توسط مقام ریاست جمهوری افغانستان صادر شده بود، پیش بینی‌های در رابطه با اینکه چگونه افراد بتوانند از مزایای آزادی و از مزایای از این فرمان مستفید شوند روی دست گرفته شد. یکی از اون مسائل بر اساس قانون کفالت بالمال بود که تعجیل تنفیذ بر اساس کفالت بالمال که توسط محاکم جمهوری اسلامی افغانستان تعیین میشه این اندازه. راهنمودی را که مشترکاً سارنولی اداره تنظیم امور زندان‌ها در پرتو این فرامین مقام ریاست جمهوری ساخته بودیم، برای خانما و برای اطفال ما کفالت بالمالم به نصف پیش بینی کرده بودیم که محاکم در اسنای تعیین کفالت بالمال زمانی که در رابطه به مردا تصمیم میگیره در رابطه به زنان نصف کفالت بالمال باشه. یک تعداد از کسایی که پرداختن اینا پرداختن، اما موضوع تعیین کفالت بالمال به پیشنهاد اداره تنظیم امور زندانها طی مراحل توسط سارنوالی و تعیینش توسط محاکم جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته و فعلا تطبیق از این موضوعات مربوط اداره تنظیم امور زندانها هستند. در این رابطه البته ریاست جمهوری، اداره تنظیم امور زندانها و نهادهای دیگه که مسئول هستند تلاش‌های زیاد را به خرج دادن، حمایت‌های زیاد را کردن و اگر کسای دیگی هم باقی مانده باشند که هنوز نتانستند از امی مزایا استفاده کنند، نهادها در حالت جستجوی راه حل هستند که انشالله به زودی در این رابطه هم راه حل پیدا خواهد شد. ولی از آغاز این مسئله هم قسمی که برای شما گفتم به خاطر تعیین کفالت بالمال هم یک دید مثبت‌تر و یک دید مساعدتر وجود داشت تا اینکه کفالت بالمال در مورد اطفال و در مورد خانم‌ها نصف باشند. بله، تشکر. تا لحظات بعد دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. در این بخش برنامه میپردازیم به سوال هایی که بانوان فعال کشور در برنامه با ما هستن بپرسن. اگر سوال هست میتونن با ما شریک بسازیم. بله، بفرمایید شما. جناب حمیدصاحب، شما فرمودین در مورد معاینات اگر اجراعات غیرقانونی صورت گرفته باشه میشه که شما با اونا رو بررسی کنین، یا که اگر نهاد شخصی به این موضوعات برخوردن شما حتما به شما برسانن. میخواستم دقیق تر پرسان کنم، وقتی که شما میگین این معاینات اگر کدام اجراعات غیرقانونی صورت گرفته باشه رسیدگی از طرف اداره لوی سارنولی چقدر میخواهد بود، به خصوصی که اگر این معاینات در سطح ولایات یا ولایت دورتر باشه؟ و سوال دوم این است که اداراتی که به همچین قضایای برخورد میکنن چطور میتونن که مشخصا به شما برسانن؟ بفرمایید. بسیار سوال خوب شما مطرح کردین. ما به منظور شفافیت در اجراعات و به خاطر اینکه اجراعات قانونی صورت بگیره مکانیزم‌های داخلی نظارتی را در سالنوالی استحکام بخشیدیم. ریاست سارنوالی تفتیش مسئولیت تحقیق سارنوالا را داره، مسئولیت بررسی اجراعات سارنوالا را داره. ریاست کنترل و مراقبت یا ریاست سارنوالی کنترل و مراقبت در سراسر افغانستان از طریق جمع‌آوری معلومات، اطلاعات، از طریق هماهنگی با مردم و از طریق ایجاد یک نمبر فعال 24 ساعته 180 تمام شکایات، تمام معلوماتی که وجود داشته باشه اینا میگیرن. و ما در سراسر افغانستان باز یک بار دیگه اطمینان میتم که اگر معلومات و اطلاعاتی از عدم رعایت قانونیت در اجراعات سارنمولی وجود داشته باشه، ما در رابطه با همکارای خود این قضایا را به صورت دقیق و همه‌جانبه رسیدگی میکنیم و معلوماتش هم به اختیار قرار میدیم. گفتین چگونه برسانیم این معلومات و اطلاعات را؟ سارنمولیا در هر گوشه افغانستان مسئولیت رسیدگی به جرایم و مبارزه با جرایم و جنایات را دارند. اطلاعی که به سارنمولیای ما میرسه اگر مرحله کشفیش تکمیل نبود به مراجع کشفی احاله میکنن تا قضیه مورد رسیدگی همه‌جانبه قرار بگیره. در صورتی که مراحلش مشخص است، اسناد کافی وجود داره، خود سارنمولی قضیه را تحقیقش آغاز میکنه و رسیدگی میکنه. به خاطر از اینکه مردم افغانستان دسترسی به عدالت داشته باشند و دسترسی مستقیم داشته باشند به لوی سارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با دقت میتونم بگویم که به استثنای یکی دو ماهی که قرنطینه شیوع ویروس کرونا بود، دیگه ظرف 4 سال گذشته هیچ دوشنبه نبوده که من از صبح تا آخرین فرد به ما دسترسی نداشته باشند و از گوشه گوشه افغانستان نامده باشند. یک بار دیگه هم میگم که روزای دوشنبه هر کسی که خواهان از این است که شکایتی داشته باشه، موضوعی برای رسیدگی داشته باشه، در جای از عدم رعایت قانونیت اجراعات ملاحظه داشته باشه، ما و تمام همکارای ما در خدمت هستیم تا این مورد رسیدگی قرار بدیم. از طریق مراجعه به هر سارنمولی ما، از طریق نمبر 180 و از طریق مراجعه مستقیم به خودم که متصدی خدمتگزاری در پست لوی سارنمولی دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستم، ما و همکاران ما در سراسر افغانستان در خدمت هستند. بله، سوال بعدی بفرمایید شما. خب کسایی که در ولایت دوردست قرار دارن اینا بیشتر متضرر هستن، با خصوص خانما که خشونت بالایشان صورت میگیره، تجاوز جنسی بالایشان صورت میگیره. به نظر شما به کوتاه‌ترین مدت چگونه بر از اینا رسیدگی صورت بگیره؟ سوال بسیار خوب است. سارنوالیای ما در سطح ولسوالیا و در تمامی 34 ولایت، اما قسمی که پیشتر گفتم، امروز خوشبختانه سارنمولی در تمامی 34 ولایات افغانستان سارنمولیای من خشونت داره که توسط سارنمولان زن ریاست میشه. امی باعث بالا رفتن دسترسی زنان به عدالت شده در ولایات. چند پیش یک قضیه در یکی از ولایات دور افتاده بود، اتفاق افتاد، یک خشونت. بسیاریا کوشش کردن گفتن که امی قضیه باید در کابل انتقال داده شود، رسیدگی شود. اما پیام ما برای همکارای ما همی بود که قضیه در عمو ولایت اتفاق افتیده، ما در عمو ولایت با استقلالیت این قضیه را رسیدگی میکنیم تا مردم عمو ولایتی که در او امی جنایت صورت گرفته شاهد تطبیق عدالت باشند و اطمینان پیدا کنند که عدالت در گوشه گوشه افغانستان، جایی که حاکمیت دولتی جمهوری اسلامی افغانستان است، مورد رسیدگی قرار میگیره. خوشبختانه به امو موعد معینی که قانون پیش بینی کرده بود در امو ولایت دوردست این قضیه به محکمه رفت و محکمه هم در رابطه به او فرد مجازات حبس را تصمیم گرفت و فعلا هم در امو ولایت مجازات حبس خود سپری میکنه. معنایش این نیست که ما تنها در کابل قادر به تطبیق عدالت در برابر معنی خشونت هستیم. در ولایات به تبعلی از که ما عدالت را اونجا تطبیق کردیم، خواستیم این قضیه در اون ولایت رسیدگی شود و یک پیام بسیار واضح باشه برای کسایی که میخواهند که دست به جرم و جنایت و خشونت بزنن که هیچ جرم و هیچ خشونت به پاسخ باقی نمیمونه. بله، سوال بعدی بفرمایید شما. با عرض سلام خدمت لوی سارنوال صاحب، سوال من این است که خانم هایی که در توقیف به سر میبرند، توقیفشان به اتمام رسیده اما پرونده هایشان نهایی نمیشه، حکم رهاییشان داده نمیشه، مشکل در چی هست؟ ممنون شما. بخیر باشید. البته شما میدانین که توقیف یک تدبیر احتیاطی است. آزادی بر اساس قانون اساسی افغانستان و بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر یک نعمت بزرگ الهی است و آزادی است که به زندگی رنگ و بو و کیفیت میبخشد. اما سلب آزادی باید در مطابقت به قانون باشد و در آلاتی که ایجاب میکنه و ضروری است. از توقیف‌های غیر ضروری و توقیف‌های غیر قانونی تعهد ما است که جلوگیری صورت بگیره و جلوگیری میکنیم. اگر چنین مسئله وجود داشته باشه که فرد بیشتر از مدتی که قانون پیش بینی کرده توقیف و سر میبره و تعیین سرنوشت نشده، ما یک بار دیگه تاکید میکنم که با معلومات و با اطلاعات و با اسناد مراجعه کنین. ما در این رابطه رسیدگی میکنیم که تعلل و کمکاری از کدام جانب صورت گرفته. البته معلومات و اطلاعاتی که بیان میشه به خصوص در این رابطه ممکن است که این مستندسازی شود. ما و همکاران ما به اساس قانون اجرات جزایی مواعیدی که به اساس قانون پیش بینی شده او را کاملا رعایت میکنیم و دعالاتی که ایجاب کنه محاکم از صلاحیت محاکم استفاده صورت میگیره. بنان من میتونم به دقت بگویم که در امیت و موارد زمانی که سارنوال و هر مقام دیگه غیر قانونی فرد در توقیف نگاه میکنن مرتکب جرم میشن و این جرم باید مورد رسیدگی قرار بگیره. بله تشکر. با ادامه سوال ها میپردازیم. آقای حمیدی، شماری از زنان در خانه های امن زندانی هستند، منتظر هستند تا پرونده هایشان رسیدگی شود. به چند پرونده تا کنون رسیدگی شده؟ قضایای جزایی اگر در این رابطه وجود داشته باشه، اما قسمی که من پیشتر بر شما گفتم که ما سال گذشته در حدود 3000 قضیه را مورد رسیدگی قرار دادیم، احتمال داره که قضایای اونا هم شامل ازی باشه. ما اما قسمی که پیشتر بر شما گفتم موعد مشخص در قانون وجود داره که یک قضیه در کدام موعد باید اکمال شود. قضیه زمانی که به سارنوالی آمد، سارنوالی دیگر رای نداره مگر ای که قضیه را اگر اسناد، دلایل و شواهد وجود داره و باید بره به محکمه. اگر اسناد و دلایل و شواهد وجود نداره به اساس صلاحیت‌هایی که در قانون پیش بینی شده، سارنوالی در مورد از او تصمیم میگیره. ما نمیتونیم قضیه که به سارنوالی بیایه باز در او رابطه اجراعات صورت نگیره. بناهن از لحاظ قانونی، از لحاظ مکانیزم‌های نظارتی که در داخل سارنوالی ما داریم، قضیه که به سارنوالی آمد مردم افغانستان مطمئن باشند که در او رابطه تصمیمی قانونی گرفته میشه. بله. با این 3000 پرونده در چه مدت رسیدگی شده؟ گفتم که در سال گذشته سال 98 ما برای فعلا در نیمه های سال 99 هستیم. در این رابطه هم فکر میکنم در حدود 1200 قضیه را تا حال رسیدگی شده. 2088 قضیه رسیدگی شده. ما سال گذشته 3000 قضیه در بخش منع خشونت مورد رسیدگی قرار گرفت در سارنوالی. بله. و این از زمانی که پیشتر باز یک بار دیگه تاکید میکنم که با 3 سال پیش ما مقایسه کنیم، دسترسی و بالا رفتن دسترسی زنان به عدالت نشان میده. چند پرونده روی دست است که به او رسیدگی میشه که از جمله پرونده هایی باشه که این زنان در خانه های امن به سر میبرن؟ در این رابطه من فکر میکنم که باز میشه که در ختم برنامه معلومات دقیقش از مرستیال صاحب شما بگیرین. ولی اگر شما کدام قضیه دارین که در ذهنتان که همه طور یک قضیه است به سرنوشت مانده، کسی در خانه امن است، به قضیه رسیدگی نشده، ما کاملا با صراحت میگیم. یعنی شما میگین در خانه های امن کسی باقی نمانده و پرونده هایش رسیدگی صورت گرفته؟ من میگم که پرونده یا دوسیه یا قضیه که به سارنوالی راجع میشه او بدون رسیدگی باقی نمیمانه. بیشتر هم بر شما گفتم که حالا شما آقای حمیدی آمار ارقام به دست نمیدین، معلومات به دست نمیدین، از موینان و مرستیالانتان یاد میکنین، پس میشه بگید ما در بحث میشه چرا از شما داشته باشیم؟ من فکر میکنم که من معلوماتی را که شما ضرورت دارین بیشتر هم بر شما گفتم که حالا اگر شما همین معلوماتتان همین موضوعات آمار نمیتونه که عمومی هم میپرسم که با آمار ضرورت دارم. من براتون گفتم قضایایی که مورد رسیدگی قرار گرفته براتون آمار دادم. موضوعاتی که شما میگین چند نفر در خانه امن است که اینا به سرنوشت باقی ماندن، من از شما پرسان میکنم که من با صراحت میگم که چنین قضیه‌ای که در خانه های امن باشه وجود نداره. ولی اگر شما کدام قضیه را به ذهنتان دارین برای ما بگوین مشخصا کدام قضیه است که ما همون قضیه را بر شما معلومات ارائه کنیم. بله. چیزی را که من میتونم برتان بگویم اطمینان است که من میخوایم برتان بتم و با مردم افغانستان بتم. قضیه که به سارن والی میایه او قضیه بدون رسیدگی قانونی باقی مانده نمیتونه. بله. چرا بعد از رسیدگی هم هنوز هم این زنان نمیخواین به خانه هایشان برگردن یا اینکه دوباره به محیط بوده باششان برگردن؟ چرا از تطبیق قانون و تامین عدالت میترسن با اینکه به پرونده هایشان رسیدگی صورت میگیره چنانچه شما میگین که به پرونده ها رسیدگی صورت میگیره؟ من فکر میکنم که این به یک تحقیق جامع تر و کلانتر دیگه شاید ضرورت داشته باشه که این نهادایی که این خانه های امن را مدیریت میکنن، خانه های امن در اختیارشان است، اونا باید امی تحقیقات انجام بدن که چی موانع و مشکلاتی وجود داره که برای ادغام دوباره از اینا به خانواده هایشان یا به محیط چی مشکلات وجود داره. اینا باید به صورت ریز مورد رسیدگی قرار بگیره، با جزئیات مورد رسیدگی قرار بگیره. نهادهای مشخصی در این رابطه وجود داره که به خاطر ادغامشان، به خاطر بازپروریشان، به خاطر ایجاد زمینه‌های مناسب زندگی دوبارهشان اجراعات بکنن. کاری که به سارنوالی مرتبط است این است که اگر قضیه در رابطه وجود داره، خشونت صورت گرفته، ما سارنوالی‌های مشخص در رابطه داریم و اینا هم مصروف رسیدگی به این قضایا هستند. بله. بیشتر رویدادهای خشونت در برابر زنان در جرگه ها یا میان مردم و ریش سفیدان حل و فصل میشه. چرا جرأت نمیکنند به قانون رجوع بکنن یا اینکه به نهادهای عدلی و قضایی قضیهشون بره؟ بیشتر خانم‌ها کوشش میکنن که کتمان بکنن. من بیشتر برای شما گفتم که وقت شما همه آمار ببینن، سطح دسترسی به مراتب بیشتر شده. ما آمادگی کافی و لازم را داریم، هر با اطمینان هم میتیم که به این قضایا رسیدگی صورت میگیره. اگر قضایای جزایی به هیچ صورت به اساس قوانین افغانستان و به اساس قانون منع خشونت صلاحیت رسیدگیش از جرگه‌ها نیست، حتی به جرگه‌هایی هم که در چنین موارد رسیدگی میکنن و به اساس رسیدگی از اونا این قضایای منع خشونت مورد رسیدگی قرار نمیگیره و عدالت در موردش تطبیق نمیشه، اونا هم در برابر قانون مسئول هستند. و اگر در این رابطه هم معلوماتی وجود داشته باشه، ادارات افغانستان، نهادهای افغانستان مسئول هستند که در این رابطه رسیدگی کنن و ما آمادگی به رسیدگی به این قضایا داریم. بله. مسئولیت اداره لوی سارنوالی در آموزش سارنوالان زن و آگاهی به آنها چه است و چقدر در این مورد تاکنون آموزش داده شده به چه تعداد زنان؟ دقیقاً ستاج سارنوالی یکی از شرایط است برای ازی که یک کسی میخواد سارنوال شود باید حداقل لیسانس حقوق یا شرعیات باشه و ستاج سارنوالی را سپری کرده باشه. چون ستاج در کابل موقعیت داره و آمدن دختر خانمایی که فارغ هستند از ولایات به کابل و سپری کردن ستاج که یک سال را در بر میگیره کار مشکل بود. ما به این خاطر یک ستاج اختصاصی را در سارنوالی تر و تطبیق کردیم که ستاج دختر خانم‌ها را در ولایات خودشان برای 6 ماه در داخل سارنوالی تطبیق کردیم و 2 ماه دیگه هم در مرکز به اینا آموزش‌های لازم و کافی داده شد. از او بعدش ما او ورکشاپ ها و او برنامه های آموزشی را که برای سارنوالای خانم گرفتیم چند برابر برنامه‌ای است که برای سارنوالان مرد گرفتیم. به دلیل از اینکه اینا تازه آمده بودن، ستاج سپری کرده بودن، به ولایات رفتن، ما چند برابر از این برنامه ها را برای او ساعت که اینا ضرورت داشتن. پیش از اینکه ما این برنامه آموزشی را بگیریم، یک نیازسنجی آموزشی کردیم در سراسر افغانستان از امی سارنوالان زن. به اساس اینمی نیازسنجی آموزشی ما برنامه خود را طرح کردیم و اینا را تطبیق کردیم و دولت تطبیق شستیم. در عین زمان ما با وزارت تحصیلات عالی و پانتون کابل یک برنامه ماستری را برای سارنوالان دولت تطبیقش هستیم. دوره اولش دولت فراغت هستم. زمینه را برای سارنوالان زنم برای امی برنامه ماستری فراهم کردیم که مردان و زنان فعلا مصروف هستند. با برنامه‌های ماستری اینا را لسانس اینا را حمایت کردیم، هم در ولایاتشان هم در کابل. و در پهلوی از او انستیتوت ما و مرسیالی منع خشونت ما برنامه‌های بسیار زیاده را برای آموزش دهی از اینا و برای که دانش مسلکی از اینا بالا بره ما روی دست داریم و برنامه‌های بسیار زیاد را تطبیق کردیم. من میتونم بسیار به دقت بگویم که دید ما در داخل اداره سالنوالی هم به خاطر ظرفیت سازی همکاران زن در اداره سالنوالی یک دید اختصاصی است و برنامه ما برنامه اختصاصی است و تعدادش هم نسبت به برنامه ما و سایر همکارای ما بیشتر است. بله تشکر از شما. تا لحظات بعد دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه نیمه خاموش. در این بخش باز هم سوالات داریم از فعالان حقوق زن و بانوان فعالی که با ما در اینجا در برنامه هستند تا با آقای محمد فرید حمیدی لوی سالنوال کشور شریک بسازن. اگر سوال هست بله میشه شما بفرمایید. سلام علیکم. به اجازه شما مریم مسکزه هستم از دفتر آیلفه. لویسانوان صاحب ما قضایه اوناس زیاد داشتیم. قبلا شما در مورد کفالت بالمال گفتین. ما ماکلینی داشتیم که هم به جریمه نقدی و هم به حبس محکوم شدن، چون اونا همگیشان ما میفهمیم که زنان از قشر آسیب پذیر جامعه هستن، به خصوص وقتی اونا مرتکب یک جرم میشن فامیلاشون به اونا پشت میگردانن و دیگر از اونا حمایت نمیکنن. وقتی که دوستیشان محول محکمه ابتدایی شد، حکم مبنی بر جریمه نقدی و حبس صورت گرفت. بعد از وقتی که محول سارنوالی میشه، سارنوال صاحبا یک رویه دارن، میگن تا وقتی که جریمه نقدی از اینا پرداخت نشوه، چون حکم محکمه ابتدایی باید تنفیذ یا بعد از اون ما مرحله استینافیش روان میکنیم و یا هم تصمیم میگیریم. و به می منوال دوسیای ما داشتیم که حتی 1 ماه 2 ماه حتی 3 ماه در سارنوالیا بوده و تا وقت که جریمه نقدیش پرداخت نشده مدت زیاد تیر شده. بعد از اینکه تقریبا مدت به حد زیاد تیر میشه، با سارنوال محترم در مورد از یا قناعت میکنه یا عدم قناعت، که به سر عدم قناعت یا قناعت از یا طرف دیگه قضیه کمکل ما باشه به محکمه استیناف میره. در این مورد شما چی گفتنی دارین و روی خود لوی سارنوالی در این مورد چی است؟ میشه بر ما معلومات بدید؟ تشکر. البته روی سارنوالی روی قانون است. قانون بعد از اینکه اوراق مواصلت میکنه، بعد از فیصله محکمه ابتداییه مدت 20 روز را برای هر دو طرف دعوا که یک طرف سارنوال است و یک طرف هم وکیل و یا فرد محکوم علیه است، همین مدت قانون برش پیش بینی کرده که یا قناعت میکنن یا اعتراض میکنن. سارنوالیای ما به همین ترتیب اجراعات میکنن و باید اجراعات کنن و من قسمی که قبلا گفتم، در صورتی که اگر از این اجراعات عدول صورت میگیره، ما به خاطر رسیدگی به این موضوعات مکانیزم‌های داخلی نظارت و تفتیش داریم. شما به عنوان وکیل مدافع میتونین که اینطور قضایا را به بخش تفتیش ما به دفتر لوی سارنوال، به مرسیالا و به هر جای دیگه که شما دسترسی دارین و بگوین که در این موارد قانونی این تصمیم گرفته نشده تا دلایل از این واضح شود و معلوم شود. بناهن به اساس قانون اجرات جزایی اجراعات همکارای ما عیار است و در صورتی که اگر از این موارد قانونی عدول صورت میگیره، ما به خاطر رسیدگی به این قضایا هر لحظه هم آمادگی داریم تا مورد تفتیش و مورد بررسی قرار بگیره و پروسه تحقیق مورد نظارت قرار بگیره. بله سوال بعدی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد حضور محترم لوی سارنوال صاحب و همه همکارایی که اینجا هستند، رسانه ها. من نخست تشکر میکنم که من منعیس معین پلیسی وزارت امور زنان با ایجاد ساختارهایی که اخیراً به سطح مرکز و ولایات در لوی سارنوالی و تحت لوی سارنوالی ایجاد شده کارا را بسیار سریع ساخته، دسترسی به عدالت زنان را بیشتر ساخته. ما نظر به نظارت های و نظر به پیگیری قضایایی سخن نمیزنیم. راضی هستیم، تشکر. و یک تصحیح دارم که بیشتر شما متصدی محترمی برنامه گفتن که خانه های امن و خانه های امن فعلا نظر به مقرری که فعلا تصویب است به نام مراکز مایوی زنان یاد میشه و قبلا به نام خانه های امن یاد میشد و ایجاد خانه های مراکز مایوی را شرکای ما کردن و دولت که وزارت امور زنان است و کمیسیون عالی منع خشونت است در قبال مراکز مایوی وظیفه نظارتی را داره که اینا کارایشان به صورت درست انجام بدن، در هر بود، در بود عدلی و قضایی، در بود تعلیم تربیت، تعلیم و تحصیل و شای باتا همه بود. ما تا جایی که خبر داریم موقف هستیم. این قضایا به خاطر ازی بسیار دیر برش رسیدگی میشه که طرف مقابل حاضر نمیشه. زن متضرر خشونت است، فرار کرده از خانه به مرکز مایوی پناه برده، ولی طرف مقابلش وقتی که به محکمه میرسه قضیه ازی حاضر نمیشه که بیایه و در حضور محکمه ای یا تفریق در حالت تفریق و یا هر قضیه که باشه. به این خاطر قضیه بسیار دوام پیدا میکنه. و موضوع سومی که چرا شما گفتین زنا در مراکز مایوی باقی میماند، شما میفهمید نظر به کلچر و فرهنگ و رسوم عنعنات در افغانستان زنی که از خانه فرار میکنه یا دختری که از خانه فرار میکنه بدبختانه از طرف فامیل پذیرفته نمیشه. یک مشکل بزرگی است که ما هم برازور روبرو هستیم، ولی وظیفه وزارت امور زنان هست که در مدغمسازی ازی به جامعه و مدغمسازی ازی به فامیلا همیشه تلاش میکنه، قناعت میته و اینا را مدغم میسازه. خواستم که همین معلومات و تصحیح در حضور شما بیان. بله تشکر. امیدوار هستم روزی که مصاحبه با وزارت زنان میخواستیم داشته باشیم شما یا اشخاص دیگر حاضر به این سوالات شدید. انشالله. بله سوال بعدی بفرمایید شما. ما برای او خانم گفتم سوالشان بپرسن اونجا نشستن. عرض سلام خدمت همه. جناب حمیدی صاحب در رابطه با معاینات عدلی نسایی، همه میدانیم که این معاینات در جرایم اخلاقی و قضایای تجاوز جنسی صورت میگیره و کمیسیون مستقل حقوق بشر به شمول نهادهای مدافع حقوق زن در این راستا دادخواهی میکنن و مبرهن هم هست که این معاینات اساس علمی نداره و همچنان غیر قانونی هست، شکنجه هست و خشونت علیه زن هست. منحیث لوی سارنوال کشور، نظر شما در رابطه با اساس و قانونیت این معاینات چی هست؟ تشکر. البته شما میدانین که به اساس قانون اجرات جزایی و به اساس کود جزا که فعلا تعدیلش هم در حالت طی مراحل هست، به خصوص در امی رابطه تا بتانه شرایط مساعدتر برای حمایت از حقوق زنها فراهم کنه و از حقوق قربانی ها فراهم کنه، یا به رضایت خانم به درخواستش و یا به اساس حکم محکمه پیش بینی شده. این اساس قانونی از این کد جزای افغانستان است برای فعلا و در عین زمان قانون اجراعات جزایی. اما استفاده بی رویه، استفاده خلاف قانون، استفاده خارج از قانون به هیچ صورت به هیچ نهاد اجازه نیست در این رابطه و سارنوالی هم با حساسیت با این مسئله برخورد میکنه. تنها در اون مواردی که یا محکمه تشخیص بده که به خاطر تأمین عدالت و یا به خاطر اثبات ادعای خود مجنی علیه و متضرر که این پیشبینی ها به نفع و به حمایت از حقوق زنها است. بناهن گزارشی که ارائه شده بود ما قبلا هم گفتم و اگر در این رابطه موارد وجود داره که جدا از همین محدوده قانونی که او هم به خاطر حمایت و به خاطر تطبیق عدالت است در این رابطه اجراعات صورت گرفته باشه، ما حاضر هستیم که اجراعات را یک به یک مورد رسیدگی قرار بدیم و هر کسی هم که خلاف قانون اجراعات کرده در هر موقف و در هر مقامی که باشه باید پاسخگو باشه و باید در رابطه و قانون جوابگو باشه. بله اگر سوال دیگر بفرمایید شما. تشکر. با عرض سلام مجدد. نخست از همه میخوایم از لوی سارنوال صاحب محترم و همکارانشان در لوی سارنوالی به نمایندگی از شبکه زنان افغان تشکری بکنم بر از اینکه در وقت ارائه معلومات و پاسخگویی همیشه فعال و همکار بودن و در قضایای خاصی که ما مراجعه کردیم به بسیار آسانی دسترسی پیدا کردیم و معلومات حاصل شده و همکاری کردن. من میخوایم به دو موضوع لوی سارنوال صاحب محترم اشاره بکنم که اساس تمام همین نگرانی ها تشکیل میدن. یکی که شما اشاره کردین و تشکر از تلاش های شما بر از اینکه زنان بیشتر به عدالت دسترسی پیدا بکنن که ایجاد سارنوالی های معنی خشونت در 34 ولایت افغانستان و این که در سالهای گذشته ما هم کار کردیم و همراه شما به تماس بودیم، مشکلاتی که شناسایی شده بود از طرف همگی زنا و مخصوصا نهادهای فعال حقوق زن این بود که در رأس از سانوالای زن ضرورت بود که باشه و او مشکل هم شما رفع کردین. فعلا قانون منع خشونت به حیث یک قانون خاص مریع الاجرا می باشه و قضای زیاد به اساس از او فیصله شده، ولی چیزی را که می خواهیم که از شما بشنویم این است که پس شما من حیث لوی سرانوال جمهوری اسلامی افغانستان چی فکر میکنن که دلیل از این که هنوز هم افزایش پیدا میکنن روز به روز خشونت ها و تطبیق عدالت به درستی صورت نمیگیره، دلیل از این چی است؟ و مورد دومی است که ما بدون شک نمیتونیم کتمان بکنیم، چشم پوشی بکنیم که ما تحقیقات زیاد رو ترتیب دادیم که یگانه بعض از عوامل که برای عدم دسترسی زنان به عدالت و یا عدم تطبیق مساویانه قانون وجود داره. یکی اعمال نفوذ است، اعمال نفوذ زورمندا است، مداخله در کار سانوالی است، موجودیت فساد در رده‌های پایین است و همچنان امو زنجیره‌ای را که شما میگین فساد و بعض از مشکلات دوجه مشکلات حاد وجود داره که ما اگر شما به یاد داشته باشین ما تقریبا 6 ماه قبل یک پنل داشتیم که دوجه تمام نهادها حضور داشتن، مشکلات آوردیم بر شما و سمتان رساندیم که چون این مشکلات وجود داره. حالا من حیث لوی سانوال افغانستان شما برای از کاهش این مداخلات و کاهش این مال نفوسها چی اقدامات را روی دست داشتین و یا چی اقدامات را روی دست دارین که تاثیرگذار باشه؟ به طور مثال در ولایات که شما گفتین درست از قضایا صورت میگیره ولی به خاطر مسئله اعمال نفوذ و زورمندان او قضایا هیچ انعکاس داده نمیشه و حتی به سانوالی نمیرسه. اقدامات شما در این مورد چی بوده؟ البته سوال شما یک مسئله بسیار مهم همی بود که برای کاهش خشونت چه کار صورت بگیرم. ما از رویکرد عدل قضایی در رابطه و مبارزه با خشونت گفتم. وقت جرم خشونت صورت میگیره سارنوالی است، محکمه است، پلیس است و مجازات است. اما تولید خشونت به یک سلسله عناصر و عوامل دیگه بستگی داره. عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، تمام عناصر و عواملی که رفتار، عادات، فرهنگ، طرز بینش و طرز تلقیات ما را تنظیم میکنه، همه از این برای مسئله نقش داره. اگر ما تنها تکیه کنیم در مبارزه با خشونت و به خاطر کاهش خشونت بر رویکرد عدلی قضایی، ما به نتیجه مطلوب نمیرسیم. رویکرد عدلی قضایی زمانی که جرم واقع میشه این اطمینان را به مردم میده که هیچ جرم بدون پاسخگویی و بدون تطبیق عدالت باقی نمیمانه، ولی این چرخه باطل تولید خشونت دوام پیدا میکنه. هر روز خشونت صورت میگیره. این تنها منحصر به فرد یا منحصر به افغانستان نیست. شما گزارشات خشونت در سراسر دنیا بر علیه زنها با توجه به همین عواملی که پیشتر برای شما گفتم وجود داره. ما اگر حتی خود جرایم را بررسی کنیم، مثلا جرم سرقت به خاطر به دست آوردن منفعت یا جرم دیگه، اما جرم خشونت در داخل خانه در یک محیط بسته که باید محیط امن و امان و صمیمیت و محبت و یک خانواده گرم باشد در اوج متاسفانه اتفاق میفته. بنابراین در این رابطه نهادهای مختلف دست به دست هم بدن تا ما چرخه تولید خشونت را در یک جای یا متوقف کنیم یا خشونت را کاهش بدیم. در این نهادهای مدنی ما، رسانه‌های ما، علمای ما، مکاتب ما، خانواده‌های ما، دولت ما، وزارت‌های ما، هر کدام باید ما این عناصر و عوامل را پیدا کنیم. اگر فقر است چه کاری برای کاهش فقر صورت بگیره؟ اگر این عوامل فرهنگی داره چی کار صورت بگیره که مساوات زن و مرد در افکار و اذهان همه مردم افغانستان نهادی نشود؟ تفکر برتری طلبانه و تفکر حاکمیت بلا قید و شرط این چگونه بشکنه؟ ما به یک نظام تعلیمی و تربیتی مناسبه که افراد را به ترتیب تربیت کنه که احترام به حقوق یکدیگر، رعایت حقوق یکدیگر، مساوات حقوقی، انسانی و شخصیتی زن و مرد را در فرهنگ ما، در افکار ما و در قلوب ما نهادی نکنه. خانواده های ما، رسانه های ما، علمای ما، همگی از اینا نقش دارن. اما ما به عنوان لوئیس آرنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان روی کردی عدلی قضایی که به ما مرتبط هست، ما گفتم که ما چی کارایی کردیم تا دسترسی زنان به عدالت بالا بره، چگونه به صورت اختصاصی در امر مبارزه با خشونت اجراعات و قاطعیت و دقت صورت گرفته. اما روی کردی عدلی قضایی به تنهایی کافی نیست، باید ریشه یابی شود، عوامل از این تحقیقات زیاد در سراسر دنیا. این مشکل ما نیست، مشکل کل دنیا است. بناهن سلسله تدابیر تعلیمی، تربیتی، فرهنگی، عقیدتی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی روی دست گرفته شود. همکاری‌های داخل اجتماع، همکاری‌های نهادهای مختلف، همکاری‌های منطقوی و همکاری‌های جهانی باعث از این خواهد شد که زنان و مردان عمو قسمی که در قوانین پیش بینی شده که اینا در برابر قانون مساوی هستند، اینمی تساوی قانونی عینیت پیدا کنه و مصداق پیدا کنه. تنها روی کردی عدلی قضایی تعهد دولت افغانستان است که با خشونت مبارزه قاطع و به امان میکنه. اما این چرخه خشونت باید متوقف شود، این چرخه خشونت باید کاهش پیدا کنه. این بسته به یک سلسله عوامل دیگه داره. در رابطه با مسائل گفتن که اعمال نفوذ صورت میگیره یا قضایا منحرف میشه یا قضایا نمیرسه، ببینن نهادهای عدلی قضایی وظایفشان مشخص است قانون، اما نهادهای دیگه هم باید وظایف خود انجام بدن. زمانی که رسانه ها خبر میشن، ما میدیا مانیتورینگ داریم، نظارت میکنیم از اخبار. اکثریت قضایا را که ما رسیدگی کردیم قضایایی است که با مجرد که در مطبوعات راه شده ما آغاز کردیم به اقدامات در رابطه. نهادهای مدنی معلومات به ما ارائه کرده، ما رسیدگی کردیم. بزرگان محل، هر کسی که در افغانستان است به خاطر ایجاد یک محیط امن، یک شهر با امنیت، مکلف است که در رابطه با جرایم خشونت اگر اطلاعی حاصل میکنه، این اطلاع را به ادارات دولتی، به مقامات و به مراجع مسئولش ارائه کنه و ما مکلف به رسیدگی هستیم. تا یک همکاری هماهنگ و منظم بین آحاد مردم، نهادها، افراد و نهادهای دولتی به وجود نیاید، احتمال از این وجود داره که خشونت و جرم مکتوم باقی بمانه. یک همکاری فعال شهروندان و نهادها میتونه که یک مبارزه مؤثر و قاطع را در برابر سامان بده. در عین زمان اجراعات عدلی قضایی به ترتیبی نیست که یک نفر تصمیم بگیره. زمانی که اگر سارنوال تحقیق اجراعات نمیکنه، سارنوال موافق نظارت میکنه. سارنوال او تصمیم میگیره، سارنوال موافقتر از او تصمیمی از او یک بار مطالعه میکنه، بررسی میکنه. شما از سارنوال ابتدایه، سارنوال استیناف، بعد ریاست هایی که وجود داره، سارنوالی نظارت بر امور تحقیق، سارنوالی تفتیش، سارنوالی کنترل و مراقبت، صلاحیت هایی که مرستیالای اداره لوی سارنوالی داره و بالاخره لوی سارنوال، این مجاله که یک قضیه مکتوم باقی بمانه بسیار زیاد کاهش میده. اگر معلومات در این رابطه وجود داشته باشه، باز هم میگم که همکاری صورت بگیره که در هر جای کسی اعمال نفوذ میکنه، تعهد مایی است که همون کسی رم که میخواه با اعمال نفوذ، با فشار، با تهدید عدالت منحرف کنه، به جرم انحراف عدالت، به جرم جلوگیری از عدالت، اونا هم باید مورد بازپرس و مورد مجازات قرار بگیرن. اما مهم این است که اینطور موارد باید مشخص شود، اینطور موارد باید گزارش داده شود. در صورتی که اگر نهادهای دولتی در این رابطه اجراعات نمیکنه، او زمان است که باز ادارات دولتی مسئول و پاسخگو هستند در برابر مردم افغانستان و ما هم مسئول و پاسخگو هستیم. بنابراین ما یک بار دیگه تاکید میکنم که مبارزه با جرم وظیفه رسمی و قانونی نهادهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، ولی این مبارزه را و این تلاش را بدون همکاری نهادهای مردمی، نهادهای مدنی، بدون مردم یا شهروندان قانون محور و شهروندان قانون پذیر ممکن نیست که ما بتانیم یک جامعه امن را که جرایم در اونجا کاهش پیدا کنه و در صورتی که جرم صورت میگیره در برابر از او اقدامات قاطع صورت بگیره. یک همکاری مشترک همه ما و شما را میخواه و من با استفاده از این فرصت از همه مردم افغانستان تقاضا میکنم که در کنار نهادهای خود به خاطر مبارزه با خشونت و به خاطر مبارزه با فساد و به خاطر مبارزه با جرم استاد شوند و همکاری کنند. بله تشکر از شما. به عنوان آخرین سوال بفرمایید شما. در قدم نخست سلام به همه و خوش آمدید میگم همه بزرگان و با اجازه همه بزرگان که در اینجا حضور دارند. خب سوال من رابطه به خشونت به علیه زنان است. هنگامی که بالای زنان خشونت صورت میگیره و امی زنان به شما مراجعه میکنند و آیا پرونده باز میکنند، آیا شما به آنها تضمین داده میتوانید تا وقتی که به پرونده آنها رسیدگی میشود دیگر بالای آنها خشونت صورت نمیگیرد؟ تشکر. بفرمایید. البته در این رابطه قدم های مختلفی پیش بینی شده، از او جمله یکیش هم امی قربانی و یا متضرر خشونت در صورتی که باز مواجه به تهدید خشونت بیشتر باشه، مراکز امایوی به خاطر امایتشان وجود دارد سراسر افغانستان. دوم، زمانی که اینا شکایت میکنن از خشونت و این قضیه قابل رسیدگی میشه، تدابیر احتیاطی که سارنوالی و پلیس میتونه در این رابطه اقدام کنه که امو فردی که خشونت را انجام داده و باز به صورت بالقوه امکان تهدید بیشتر و خشونت بیشتر وجود داره، از لحاظ قانونی صلاحیت سلب آزادی و فرد وجود داره و این افراد تحت توقیف قرار میگیرن. اگر به حمایت های بیشتر ضرورت داشته باشه، سارنوالی ها به مراجع مسئولش نوشته میکنن، رسما اطلاع میتن که اینا به این حمایت ها ضرورت دارن. حتی ما در سارنوالی من خشونت خود بخشای امایوی از لحاظ روانی و از لحاظ کار که اینا از لحاظ روانی فرد خشونت دیده بتانه تا اندازه زیاد را دوباره ترمیم شوه وضعیت روانی ازی معزول آزان با اونا کار میکنیم که در پهلوی ازی که رسیدگی به اصل قضیه خشونت هست. من پیشتر گفتم که دید دولت افغانستان در مبارزه با خشونت علیه زنها یک دید اختصاصی است. شما میبینین که به اساس قانون اساسی افغانستان و به اساس قانون اجرات جزایی افغانستان، رئیس جمهور افغانستان صلاحیت عفو و تخفیف مجازات محبوسین را داره یا محکومین در سایر جرایم داره. یکی از جرایمی که رئیس جمهور افغانستان نه صلاحیت عفوش داره و نه هم تخفیفش داره. ببینید من باز تاکید میکنم، این دید اختصاصی است و دید است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قوانین خودم همین اساسیت خود در برابر خشونت علیه زنان انعکاس داده. مورد عفو و تخفیف اینا قرار نمیگیرند. در پهلوی ازی که سایر جرایم یا بعض جرایم دیگه هستند که اونا هم میتونه عفو شوه و هم میتونه تخفیف بگیره، ولی جرایم خشونت علیه زنان نه عفو میگیره و نه مورد تخفیف قرار میگیره. این خودش نشان دهنده قاطعیت قوانین ما و قاطعیت نهادهای ما و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. آقای حمیدی، آیا به علت ناامنی ها باعث شده که زنان سارنوال نتونن به کارشان ادامه بدن یا عقب نشینی بکنن در این مورد؟ البته میدانین که سختترین کار تطبیق قانون در یک شرایط نااموار از لحاظ امنیتی، از لحاظ موجودیت تهدیدات، از لحاظ بی‌ثباتی است. متاسفانه افغانستان امسال نیست بلکه چند دهه است که ما همین مشکلات را تجربه میکنیم. همه مردم افغانستان دچار مشکلات هستند، ولی چیزی که در شرایط ناامنی بیشتر مورد نقض و تخطی قرار میگیره حقوق و آزادی‌های مردم است و زیر پا گذاشتن قانون است. سارنوالی هم به عنوان مرجعی که حامی قانون است و حامی تطبیق قانون است، بنان نسبت به دیگران بیشتر دچار مشکل است در این رابطه، ولی ما این مشکل را با تعهد، با انگیزه، با قاطعیت و با آمادگی‌های مسلکی که داریم امیر جبران کردیم. همکارای ما در سراسر افغانستان، هم قسمی که بیشتر براتون گفتم، امروز در دورترین ولایت افغانستان با ناامن‌ترین شرایطش سارنوالان مرد و زن با تعهد و با انگیزه در خدمت مردم افغانستان هستند. در آلاتی هم که با مشکل مواجه میشن، ما به صورت موردی حمایت‌هایی را در همکاری با نهادهای دیگه دولت افغانستان و مردمی که در اون ولایت هستند به خاطر رفع تهدید و به خاطر رفع مشکل روی دست میگیریم. در پهلوی ازیکی را رد نمی کنیم، ولی این تعهد را داریم که این شرایط بر اراده و نیت ما به خاطر تامین عدالت و تطبیق حاکمیت قانون خدشه وارد نمیکنه. بله، گفتگوهای صلح در دوحه جریان داره، چه فکر میکنین که این گفتگوها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر تامین عدالت در کشور به ویژه زنان و بعد از توافق صلح آیا به پرونده های زنان رسیدگی خواهد شد یا همین سالانبالان زن موجود خواهد بود؟ چه گفتنی دارید؟ البته یک مسئله بسیار مهم مسئله بحث صلح و بحث عدالت است. عدالت باعث استحکام صلح میشه، باعث پایداری صلح میشه. صلح یک چارچوب سیاسی و یک توافق سیاسی است. اگر پشتوانه هر توافق صلح که بین طرفین درگیر یا دولت یا نهادهایی که با دولت می جنگن صورت میگیره، اگر پشتوانه پایدار بودن این صلح عدالت نباشه و حفظ و رعایت حقوق مردم افغانستان نباشه، هیچ صلح پایدار در افغانستان به وجود نمی آید. یعنی بعد از توافق صلح پرونده های خشونت که باقی میمانند امیدوار هستین که رسیدگی شود؟ من فکر می کنم که صلح شرایط بهتری را برای تطبیق عدالت فراهم میکنه و بازم تاکید میکنم که اگر صلح باعث از این شود که نیمی از جامعه به حقوقشان رسیدگی نشود، خشونت دوام کنه، بنان به او صلح ما نمیتونیم امیدوار باشیم. تنها به صلح میتونیم امیدوار باشیم که ارزش‌های حقوق انسانی که زنان و مردان افغانستان داره در او تضمین شده باشه و به پرونده های خشونت با توجه به اینکه صلح به وجود میاد، امکانات تطبیق عدالت و گستره تطبیق عدالت وسیع‌تر میشه از لحاظ جغرافیایی، مردم افغانستان اطمینان داشته باشند که شرایط صلح شرایط بهتر و بیشتر تطبیق قانون و تطبیق عدالت فراهم میکنند و زنان بیشتر امیدوار باشند که در یک شرایط صلح حقوقشان بیشتر میتونه مورد رعایت قرار بگیره و با پرونده های خشونت بر علیه زنها به شکل دقیق ترش رسیدگی صورت میگیره. سپاسگزارم از شما آقای حمیدی از اینکه در این بحث با ما بودین و همچنین از بانوانی که در این بحث با ما اشتراک کردن ممنون. و بیننده های عزیز تشکر از همراهی شما هم تا این دم. برنامه این نیمه خاموش در همین جا به پایان رسید. خداوند نگهدارتان. تشکر از شما.